اینجوری بذارین یه گوشه از خونه باشه تا اون پرنده یا پت باش ارتباط برقرار کنه. حد نشه جونید مامان، نشه جونش بشه خودو. سلام، احوال شما مهربونه ای تو خونه چطوره؟ من و مخملی امروز اومدیم پیش شما چون که خیلیاتون از ما پرسیدین که برای پرنده یا پتتون وقتی یه وسیله جدید یا یه خوراکی جدید میگیرین اصلا سمتش نمیره یا حتی میترسه ازش، چی کار کنیم؟ ما هم امروز با یه سری وسایل جدید که برای مخملی گرفتیم پیشتونیم تا این مشکل رو براتون برطرف کنیم. بزن بریم. خب امروز ما میخوایم آنباکس که نه چی بگم، قبلا بازشون کردیم، فقط میخوام وسایلی جدیدی که برای مخملی گرفتیم رو بهتون نشون بدیم. اول از همه این خونه خوشگل مخملیه. این خونه مالکیه؟ این مالکیه؟ ها؟ مالکیه؟ ببینید دوستان، یه نکته خیلی مهمی که میخوام بهتون بگم اینه که وقتی یه چیز جدیدی مثلا همچین لونه ای یا حالا غذا که حالا کمتر، ولی وقتی یه چیزی مثل این لونه میگیرین به هیچ وجه از زور استفاده نکنین برای پرندتون، یعنی به زور نگیرون برای پرنده بیچاره رو بکنین داخل لونه. این باعث میشه که دچار تنش و استرس بشه و حتی نتیجه عکس بده و اون و با اون لونه جدیدش ارتباط برقرار نکنه. خب ما از این لونه خوشگلای کوپلی برای مخملی گرفتیم. اگه میبینین الان نزدیکش میشه به خاطر اینه که این تقریبا دو روزیه که اومده رسیده دست ما. خب دو روز هست که تو خونه همینجوری یه گوشه خونه انداختیمش که مخمل ببینه این هیولا نیست، نمیخواد مخملی رو بخوره، درسته مخمل؟ و حتی الان یاره و حتی الان باش ارتباط، یعنی یه کوچولو نزدیکش هم میشه، مثلا تلاش کردیم یه کوچولو باش صحبت کردم و بازی کردم روی خونه هم میشینه. مخمل بشین بشین لونونت. دیدی نمیخواد بخوردش؟ شدی دیدی؟ خوبونش میگم ما ای خودو چی گفتی؟ اینا جملات ابداعی خود آقا مخملیه. خب ولی الان فعلا کنجکاو شده، یعنی گاهی وقتی که حوصله سر میره میاد دور بر خونه میگرده نگاه میکنه ببینه که مثلا چی هست چی نیست، داخلش رو سرک میکشه و میدونم که مطمئنم در روزهای آینده قطعا داخلش هم میره و اونو یک فضای حریم خصوصی خودش میدونه. برای لونه همین، یعنی میخواستم اینو بهتون بگم که شما باید اون وسیله جدید، مثلا اگه لونه هست اینو در نظر داشته باشید، اگر یک خونه جدید برای مینا یا پتتون هر چیزی که میگیرین یه چند روزی بدون اینکه بخواید مینا پرنده یا پتتون رو مجبور کنین اصلا اون همینجوری بذارین یه گوشه از خونه باشه تا اون پرنده یا پت باش ارتباط برقرار کنه، حداقل بدونه که یک چیز امنیه، قرار نیست بهش آسیب برسونه، بعد یواش یواش فضولیش گل میکنه خودش میره جلو. خب این از این. حالا یه سری وسایل جدید دیگه برای مخملی گرفتیم. بذار مخمل بیارم. بیا مخمل. یه مورد دیگه از وسایل بازی، مثلا ما اینو برای آقا مخملی قبلا گرفته بودیم، حتی نزدیکش نمیشد. خب ولی الان جدیدن باش ارتباطم برقرار میکنه. الان چه شده؟ میره تو خونه. مخمل بیا اینجا. مثلا نگاه کنین الان دیگه مخملی با این دوستش دوست شده، حتی میذاره که بوسش کنه. آجوینه میبینین، ولی روزای اولی خیلی ازش میترسید، خب اصلا نزدیکش نمیشد، ولی الان باش ارتباط هم داره. آره اینجوری. خب حالا ما یک سری غذاهای جدیدم برای مخملی گرفتیم که تنوع غذایی بدیم به غذای پسرم. گناه داره همش این مدلی شکل غذا. خب و همچنین برای اینکه اون گوشه از پراش که ریخته بود یه چند تا غذا تحقیق کردم، یه چند تا غذا که تقویت برای تقویت پرش و کلا پردرآوریش لازمه و کمک میکنه از اینا تهیه کردم. حالا اسمشون هم میگم، یکیش هست فروتوراف، یعنی مال میوه‌های مختلفه فکر میکنم، که داخل همشون هم یه چیزای سیاهی نمیدونم دیده میشه یه چیزای سیاه، دونه های ریز سیاهی که بهش میگم زغاله، نمیدونم چیه، برای پاکسازی دستگاه گوارششونه فکر کنم. جون مامان اومدی فجولی؟ آره از اینا داره. بعد گشنت شد پسرم؟ آره. خب یه دونه هست این منیتوبا، پت اینسکت منیتوبا، این بو و طعمش شبیه همین پادوانیه که خود مخمل میخوره، برای همین مخملی خیلی اینو در جا پذیرفت و ازش میخوره. بیا پسرم بیا از این بخور، بیا نگاه کنین.
خدا دوست داری اصال من؟ خوبونت بره نوش جونت مامان نوش جونش بشه خدا دوست داری؟ کلر کرده تو؟ خوبونه خواست خوردنت بشه من اصال بس دیگه مخمل یکم از اینای دیگه هم بخور خب حالا اینجا بشینه پسرم آفرین خب پس این اگه خواستین بدونین این پت اینسکت مانیتوبا یا مانیتوبا بعضی هم میگن این طعمش مثل همون پادوانه مخملی اصلا با این مخالفتی نداشت در جا خورد ازش بعد این دوتا غذای دیگه بیشتر ویتامین است که برای همین پردرآوری و کلن شادابی و سلامت پراش و اینا استفاده میشه نباید از اینا زیاد به عنوان غذای اصلیش استفاده کرد مثلا در هفته دو سه بار مثلا باید از اینا بشتاد که اینا بواش خوبه ولی مخمل همچنان زیاد میلی نشون نمیده یه چیز یک دو تا نوک میزنه و ول میکنه برای همین من از روش های مختلف برای دادنش دارم استفاده میکنم و ناامید نمیشم تا روزی که مخمل از اینا بخوره چجوری استفاده میکنین؟ اول اینکه تلاش میکنین رنگی رنگ مثلا این رنگی رنگی هم هست یه کوچولو چهار تا نوک بهش میزنه بیا پسرم از این بخور ببینم پشت یکی از این بخور چونی من به به خوش سمز داریم مثلا با همین جملات و اینا میتونین تشویقش کنین که به به چی چیز خوش سمزی داری مخمل بازی داره میکنه الان خب یک کار دیگه هم که میتونین بکنین اینه که یه مقداری از این غذا رو خب بریزین کف دستتون این یه حرکتیه که میتونین مینا رو مخصوصا چون پرنده بازیگوشی هم هست توجهش رو جلب کنین که بیاد سمت غذایی که شما دارین مثلا من اینو برای خودم آوردم این مال خودمه مخمل کجا رفتی بیا مخمل چی داریم الان کم مونده دیگه تموم شد تاثیرگذار بود دقیقا همونه حرفش منظورش بخور یکم ازی بخور این غذا خوشمزه ها نگاه کن مثلا شما از همین میارین میخوری مثلا من علاکی عدا دمیان به 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 چه خوشمزه و میگیرین علاکی وانمود میکنین که شما هم دارین از همین میخورین تا پرندتون یا پتتون هر چیزی که دارین اونم چون همیشه دوست دارن چیزی که شما میخورین رو اونا هم بخورن برای همین فکر کنم مثلا شما دارین از این میخوره اونم بخوره این یه مدلی که میتونین توجهش رو جلب کنین یه راه حل دیگه یا مثلا بگم ترفند دیگه‌ای که میتونین استفاده کنین از اونجایی که مرغ مینا یه پرنده فضولی هستش که باید همه جا رو سرک بکشه میتونین یه مقدار از اون غذایی که نمیخوره رو داخل یه پلاستیک بریزین درش رو ببندی که میاد فضولی کنه و اون نوک میزنه که پلاستیک رو سوراخ کنه یواش یواش با طعمش عادت میکنه بوش رو میفهمه براش عادی میشه و وقتی هم آشنا بشه خب یواش یواش میخوره فقط یه چیزی برای ما همیشه جالبه این غذای ورسلاگا این هم یه غذای خیلی خوبیه برای مرغ مینا خب فقط مخمل هیچ وقت از این رو نمیخوره نمیدونم چرا خب فقط باش فعلا در همین حد بازی میکنم مخمل بگیر دیده میشه مخمل بگیرش یک دو سه خودو فعلا بعضی وقتا از فاصله دورم با اینکه دونش کوچولوه خب میندازم قشنگ میگیره فعلا در همین حد باش کار میکنم تا شاید یه روزی از اینا بخوره شما نباید ناامید بشین و این کرمای خشک یا میلورم هم بهش میگن خب اینا رو نباید زیاد به پرندتون بدین درسته که پروتئین زیادی داره ولی درصد چربی بالایی هم داره و برای مینوهایی که توی اسارت هستن و فعالیت زیادی ندارن اینا زیاد خوب نیست اگه میناتون هر روز در طول روز آزاده و فعالیتش بالاست هفته ای 3-4 تا دونه خوبه میشه استفاده کرد برای تشویقی و اینا میشه استفاده کرد خیلی دوست داره دوست داری از اینا بس یه دونه به مخمل بدم نگاه کن اصلا با جون و دوست داری آره با جون و دل اینا رو دوست داره بخور قربونت برم نوش جونت بشه نفس من خب این بود ویدئوی آموزشی ما یعنی در واقع ما این وسایل های جدید رو برای مخملی برای اینکه یه تنوعی به زندگیش بدیم هم یه چیزای جدیدی برای هم تغذیهش استفاده کنه هم خب حوصله‌اش سر میره توی خونه برای همین یه خلونه جدید براش گرفتم اسم بازی گرفتیم و اینا بعد گفتیم خب حالا که اینا رو گرفتیم و مخملی هم تو این روندش هست که داریم تلاش میکنیم اینا رو استفاده کنه توضیحش هم برای شما بدیم که برای شما هم مفید باشه امیدوارم که
صبر و حوصله بالایی داشته باشین و مخمل نمیاد. این پسر امروز نمیم چه شده با من قهر کرده، نمیاد پیش مامانش. بیا اصل من گل پسر من تو چشنه تو چشنه من تو کجا میری؟ نفس کچولو نرو بیجا میخواییم بیریم خدافزی کنیم. اصل من دوستای عزیزم، لایک شما خیلی به ما کمک میکنه. امیدوارم که ویدیوها رو اگه دوست داشتین حتما لایک کنین. خیلی ممنونتون هستیم از اینکه ویدیوهای ما رو نگاه میکنین و امیدوارم که به دردتون بخوره و استفاده کنین. خروسه چی میگه؟ خروسه مرغه چی میگه؟ مرغه امروز بازی گوشیش گل کرده. امیدوارم موفق باشین هر جا که هستین. حال دلتون خوش باشه. خدا نگهدار.